سلام با 180 ثانیه یک دوشنبه 28 آبان ما همراه ما باشید امروز دوشنبه مردم و بازاریان شهر شوش در حمایت از کارگران شکر هفت تپه به خیابان آمدند و در شعارها به بیتوجهی مسئولین اعتراض کردند در ادامه اعتراضات به وضعیت سنفی و معیشتی کارگران نیشکر هفت تپه کارگران گروه ملی فولاد احواز نیز در مقابل فرمانداری این شهر در حمایت از آنان دست به تجمع زدند و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. رئیس جمهوری عراق یک روز پس از دیدار با مقام های ایرانی به عربستان سعودی رفت و با ملک سلمان پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد. پادشاه عربستان میهمانی نهاری به افتخار آقای صالح ترتیب داد. ایرنا نوشته است مسئولان از خیلی وقت پیش می گفتند جلوی ساخت و ساز بنای تجاری در حریم درجه یک کاخ گلستان در پایتخت گرفته شده اما حالا ساخت مجموعه تجاری کاملتر از گذشته است. ادامه ساخت و ساز در حریم درجه یک و منظر کاخ گلستان تنها مجموعه ثبت جهانی پایتخت را در آستانه خروج از فهرست آثار جهانی قرار می دهد. علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ایران گفته در شعاع 100 کیلومتری آتشفشان دماوند بیش از 19 میلیون نفر در مناطق شهری و روستایی ساکن هستند در صورت فعال شدن آتشفشان یک چهارم جمعیت کشور تحت تاثیر مخاطرات آن قرار خواهند گرفت. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز دوشنبه در سخنرانی سالانه خود در مجلس شورای این کشور از جامعه جهانی خواست به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پایان دهند. پادشاه سعودی بر حمایتش از تلاشهای سازمان ملل برای پایان بخشیدن به جنگ در یمن تاکید کرد و همچنین افزود که مسئله فلسطین برای عربستان در صدر اولویت ها قرار دارد. شبه نظامیان حوسی روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کردند، در راستای پاسخ به درخواست مارتین گریفیس فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن حملات موشکی و پهبادی علیه اطلاف عربی را متوقف کردند. دانلد ترامپ میگوید برای حل بحران یمن جایی که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در گیر نبرد با اعتلافی به رهبری عربستان هستند هر دو طرف بحران میبایست اقدام کنند